بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه شامگاهی اخبار میپردازیم به برنامه اختصاصی تفسیر خبر که میکوشد با تجزیه و تحلیل زوایای گوناگون برخی از مهمترین رویدادهای روز که در طی 24 ساعت گذشته مورد توجه اکثر رسانه‌های معتبر جهان قرار داشته است، تصویر کاملتری از وقایع روز را در اختیار بینندگان تلویزیون تن قرار دهد. اینک توجه شما را به تفسیر خبر امشب جلب می کنم که می پردازد به بررسی سوال های بزرگ درباره شباهت ها و تفاوت ها در تحولات جهان عرب و ایران تحت عنوان آیا مصر جمهوری اسلامی می شود یا ایران به راه دموکراسی می رود؟ ابتدا در تحولات راشد القنوشی و تشکیلات وی مطرح شد و این سوال که آیا او خمینی تونس خواهد بود؟ و وقتی این متفکر اسلامی تونسی جواب رد به این سوال داد، نظریه توصیه اسلامگرایی کمی عقب نشست. اما بلافاصله تحولات مصر پیش آمد و این بار نام اخوان المسلمین مطرح شد و باز هم این سوال را بعضی ها مطرح کردند که آیا مصر را موج اسلامگرایی خواهد گرفت؟ آیا بی توجه به نقش توریسم در حیات اقتصادی و اجتماعی مصر، محجبه ها و برادران مسلح آنها خیابان ها را قرق خواهند کرد و شعار حزب فقط حزب الله را سر خواهند داد؟ در این میان یکی از کسانی که سعی کرده به این سوال بزرگ پاسخ گوید یا لااقل این نگرانی را مطرح سازد آرمین عارفی است. وی در روزنامه فرانسوی لومون تحت عنوان آیا امکان برپایی جمهوری اسلامی در مصر وجود دارد می نویسد حضور اخوان المسلمین به عنوان این جنبش مخالف حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و جریان طرفدار اعمال شریعت در میان معترضان مصری احتمال برپایی جمهوری اسلامی از نوع ایرانی را زیاد می کند. وی در این نظریه به شباهت بین خیزش کنونی مصریان و انقلاب اسلامی 57 در ایران می‌پردازد و اینکه هم مبارک و هم شاه با آمریکا و اسرائیل رابطه خوبی داشتند و این رابطه بخشی از مردم و به ویژه افراد مذهبی را خشمگین کرده بود. بنابراین مخالفت با چنین رابطه یکی از محرک‌های جنبش‌ها گردید. گفتنی است بیشک اشاره آیت الله خامنه ای در نماز جمعه اخیر به بیداری اسلامی در شمال آفریقا و فراخوانی او برای تطبیق شریعت در مصر مزید بر علت شد و لیبرال ها، چپگراها، ملیگراها، قومیگراها و حتی ملی مذهبی های جهان عرب و ایران را در این بیم و استراح داد که آیا تجربه 31-32 ساله ایران می خواهد در مصر نیز تکرار شود؟ و این تازه بجز نگرانی غربی ها و سایر مردمان و حکومت های غیر عضو در کنفرانس کشورهای اسلامی است. به نوشته این گزارش اما بعضی ها فراموش می کنند که شعارها و جریان های شرکت کننده در انقلاب اسلامی چه بودند و حتی فراموش می کنند که همین مردم مصر، تونس و غیره در سال گذشته از مردم ایران و اعتراضات سبزشان چه ها دیدند. بنابراین چند شباهت نمیتواند تفاوت‌ها و حتی مشاهدات و تجارب را از میان ببرد. در این میان همچنان باید سخن آبراهام لینکن را به خاطر سپرد که میگوید میتوان بعضی‌ها را برای همیشه یا همه را برای مدتی کوتاه فریفت، اما نمیتوان همه را برای همیشه در غفلت نگه داشت. این مقاله در ادامه می‌افزاید آرمین عارفی عملیات چند تحلیلگر غربی و ایرانی را نیز پیرامون شباهت‌ها و تفاوت‌ها در تونس و مصر با انقلاب ایران آورده است که در این میان سخن سعید پیوندی استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس جلب توجه بیشتری می‌کند. وی می‌گوید حتی اگر اعتراض‌های کنونی در مصر با انقلاب ایران در سال 1979 شباهت داشته باشد، این اعتراض‌ها بیشتر به علت مخالفت با حاکمیت و خواست‌های دموکراتیک و جنبه خودجوش آن به جنبش سبز سال 2009 در پس از انتخابات شباهت پیدا می‌کند. بنابراین وقتی به این تحلیل نقطه نظر میرحسین موسوی را نیز بیافزاییم که گفته است هر آنچه در خیابان‌های تونس و صنعا و اسکندریه و قاهره و سوئز شاهد آن هستیم در تظاهرات میلیونی مردم تهران در ژوئن سال 2009 ریشه دارد،
به یقین آنیم فقط حضور این نیرو یا آن نیرو را ملاش قرار دهیم، یا بگوییم خیزش های کنونی همچون انقلاب ایران علیه غرب و اسرائیل است. این نوشته در ادامه می افزاید بنابراین اینکه خیزش مردم مصر و تونس ادامه انقلاب اسلامی در ایران است یک دروغ بزرگ است که هم بر تاریخ تحمیل می شود و هم بر مشاهدات عینی حال، زیرا نه در انقلاب ایران محور شعارها مبارزه با آمریکا و اسرائیل بود و نه در خیزش‌های کنونی جهان عرب. همچنین نه در انقلاب ایران شعارهای آزادی و برابری کم رنگ بودند و نه در جنبش‌های کنونی مردمان عرب. اما همیشه میتوان در یک مورد نگران بود و آن سواری گرفتن برخی از افراطیون مذهبی و تندروهای ناسیونالیست از امواج حرکت‌های مردمی است و هم باید نگران غافل شدن توده‌ها از آرمان‌هایی که برایش جانفشانی کرده و می‌کنند بود. با این حال بنرسد جوامع همچون ظروف مرتبطند، چرا که در تاریخ کم نخوانده ایم که ملل مختلف از انقلابات و تحولات یکدیگر بسیار آموختند و اینکه پیشرفت‌های سیاسی و اجتماعی نیز مانند پیشرفت‌های علمی سرایت پذیرند. بنابراین میتوان به این فرض دلخوش داشت که چه بسا ایرانیان این بار مشعلی را که به امانت به توده‌های عرب دادند خود باز پس گیرند و راه دموکراسی را بر خود و سرزمینشان هموار کنند.